آقای کیلیان امباپه لوتین 2 هفته دیگه 25 سالش میشه. همین پریروز بود داشتن قنداقش رو باز میکرد. الان شد 25 سالش. پیر شد. امباپه هم افتاد تو سرازیری. زندگی خیلی سریع داره میگذره و پیر شدیم آقا. پیر. سلام، من سجاد اسدی هستم و شما دارین یه محوطه جریمه رو تماشا میکنین. آقای کیلیان امباپه لوتین قطعا معرف حضورتون هست. حالا لوتینش شاید خیلی معرف حضورتون نباشه، ولی کلا معرف حضورتون هست. کیلیان امباپه از بازیکناییه که از همون خیلی جوانی مطرح شد، کلی رکورد شکست، کلی افتخارات خفن کسب کرد و بازیکن درجه یکیه. اونقدر که از همون زمانی که یکمی مطرح شد خیلی ها فکر میکردن شاید طلایه‌دار نسل بعد از رونالدو و مسی باشه و دقیقا این اتفاق هم افتاد. الان که میشه گفت یه نسل رونالدو و مسی یه جورایی به انتهای خودش رسیده و مسی داره تو آمریکا بازی میکنه و رونالدو هم تو عربستان، کی میمونه؟ یه کیلیان امباپه و شاید در تقابل با او ارلینگ هالند و تا حدودی هم وینیسیوس جونیور. اما به هر حال چیزی که قطعیه اینه که امباپه یکی از خفنای این نسل فوتباله و میخوایم توی این ویدیو بپردازیم به 10 تا نکته عجیب از زندگی کیلیان. امباپه دومین بازیکن نوجوانیه که تونسته تو جام جهانی گل بزنه. واو. قبلیش کی بوده؟ آقای پله خدا بیامرز. پله خدا بیامرز در جوانی، در نوجوانی البته بهتر بگیم، در 17 سالگی در سال 1958 در جام جهانی گلزنی کرد و امباپه هم تو بازی 19 سالگی خودش مقابل کرواسی که اون بازی فرانسه 4-2 برد گل زد. به این ترتیب کیلیان امباپه در واقع تو سالهای آخر عمر پله یکی از رکوردش، حالا نمیشه گفت شکوند، ولی رفت کنار پله یه جوری قرار گرفت و کلا با پله خیلی خوب تا نکردن بازیکن مطرح فوتبال. این آخر عمری هر چی رکورد داشت پله شکوندن. چندش نذاشتن یه مرگ راحت تجربه کنه این بنده خدا. آخر عمرش با یه ذره لطف و محبت به خرج میدادین، این دغدغه‌هاش کم شد میذاشتین شطور دم خونش بخوابه، بعد رکورداشو میزدین. هی صبح پله، هر روز صبح پله از خواب بیدار میشد میگفتن که آقا فلان رکوردتو زدن، یه سکته ریزی میزد. یکی از نکات جالب در مورد امباپه اینه که یکی از افتخاراتش میشه گفت حتی همبازی شدن با مسیه. مسی به هر حال یه ستاره‌ای بود که حالا البته هنوز هم ستاره است، ولی یه بازیکنی هست که واقعا خیلی ها کیف کردن باهاش همبازی شدن و این فرصت به خیلی ها در عصر فوتبال رونالدو و مسی نرسید که با این دوتا ستاره فوق‌العاده همراه و هم مسیر و در یک تیم باشن. امباپه این فرصت رو داشت و با مسی همبازی شد. تو کجا؟ تو پی اس جی. به هر حال شانس آورد، پی اس جی رفت، اون همه پول داد و هزینه کرد، مسی آورد. تازه البته یه کاری کردن، مسی پشیمون شد از اینکه رفت فرانسه، اما به نظر میرسه که خود امباپه همچین خیلی هم اعتقادی نداره شاید همبازی شدن با مسی از افتخاراتش باشه، چون عکس هست از امباپه تو جوانی نشسته تو اتاق تا چش کار میکنه رو دیوار عکس رونالدو چسبونده. همه جا عکس رونالدوه، رو دیوار عکس رونالدوه، رو تخت عکس رونالدوه، پشت دوربین عکس رونالدوه. البته حالا من یکم اغراق میکنم، ولی همه جا عکس رونالدوه و مشخصه که امباپه از بچگی ارادت زیادی به رونالدو داشته. قطعا هم خیلی بیشتر حال میکرده اگه جای مسی پی اس جی رونالدو رو به خدمت میگرفت. خب به هر حال زندگی همینه کیلیان. کیلیان پیر شدی، 25 سالت داره میشه، بزرگ شد. یعنی چی من میخوام با مسی بازی کنم؟ با مردی شدی برای خودت. خدایا آخه کی این بچه میخواد بزرگ بشه؟ در تیم ملی فوتبال فرانسه همه لژیونر هم. احتمالا شما بگید چطوری؟ از این جهت که زیدان خودش الجزایری بود در واقع، من میتونست برای تیم ملی الجزایر بازی کنه، ولی خب برای فرانسه بازی کنه. شاید فکر کنین امباپه خودش مثلا فرانسویه، ولی نه، امباپه هم میتونسته برای کامرون بازی کنه، هم الجزایر، مامانش الجزایریه، باباش کامرونیه، ولی خودش تو فرانسه بزرگ شد. بعد نکته جالب توجه اینجاست که به هر حال الجزایر و کامرون کجا، فرانسه کجا؟ عباس بوهزار کجا؟ محمدی نامی کجا؟ به همین ترتیب امباپه با پیوستن به تیم ملی فرانسه و به حال بزرگ شدن توی این کشور یه جورایی از جبر جغرافیایی فوتبال فرار کرد. الان اوبامیانگ رو نگاه کنید، خب مردی سن زیاده
تو گابون بازی میکرد. اصلا نمیدونیم گابون کجاست. آقا گابون کجاست؟ شما به من بگو گابون کجاست. همه اوبامیانگ رو میشناسن ولی گابون رو نمیشناسن. تیم ملی خیلی مهمه. مثلا الان لواندوفسکی خوب بازیکن خیلی خفنه ولی لهستانه. هیچ وقت چی نمیشه. بعد با واقعیت ها روبرو شد آقا. الان حالا نروژی هیچ وقت چی نمیشه. امباپه زرنگی کرد. یه نشست یه نگاهی کرد گفت الجزایر، کامرون، نه فرانسه. رفت فرانسه. عجب بلدی یا. و به این ترتیب یه بار قهرمان جام جهانی شد، یه بار رفت فینال. خوب از مسی با ولی خیلی خوبه دیگه. کیلیان از جمله بازیکن‌هاییه که خیلی هم خوشقلب و مهربونه و کارهای انسان دوستانه هم کم نکرده. یه موردش این که بعد از جام جهانی 2018 تمام درآمدش رو که 400 هزار تا بود فکر می‌کنم، 400 هزار دلار تقدیم کرد به یه خیریه. البته که برای آقای امباپه 400 هزار تا که چیزی نیست، پول خورده واقعا. این پولایی که فرانسوی‌ها و قطری‌ها به امباپه میدن خیلی زیاده، ولی همینم آقا مهمه، همینم خوبه، ما از همینم استقبال میکنیم. به اونایی که دارن و کمک نمیکنن بر بخوره. من دارم الان میگم آقا بهتون بر بخوره. آقا مگه بهت نمیگم بر بخور؟ با تو اما باشگاه چلسی در راستای مدیریت فوق العاده استعدادها، مدیریت برتر استعدادها، مدیریت درجه یک استعدادها که کوین دی بروینه رو اصلا داشت ول کرد، صلاحو داشت ول کرد، گفت نمیخوام شما رو، امباپه هم داشته ول کرد. در سال 2012 امباپه کودک بیش نبوده، حدودا 13 ساله بوده، رفته تست داده چلسی، نگاهی انداختن اینجوری کردن گفتن یه تست دیگه بره. امباپه هم گفته یه تست دیگه نه بابا بیخیال، فلان گفته آقا یک لباس چلسی بهت میدیم یه تست دیگه بده. یه لباس چلسی آوردن بهش دادن، ولی مامان امباپه اومد اونجا گفتش که یا با همون تست اول بچه منو میگیرین یا 5 سال دیگه باید 50 میلیون براش بدیم. چلسی هم گفت نه نمیخوام، اصلا مال خودتون دیگه. اینجوری شد که امباپه نرفت چلسی و البته یه سال بعدش رفت موناکو که حالا به اون میپردازیم. اما در حال حاضر وضعیت به نحوی هست که باشگاه چلسی 50 میلیون پوچتینو و بابای پوچتینو رو بذاره رو هم نمیتونه امباپه رو بگیره. ببینید دیگه کار به کجا رسیده. مدیریت یعنی چلسی فوق‌العاده است. این باشگاه آس در مدیریت استعدادها که اصلا درجه یک. در مورد موناکو صحبت کردیم که امباپه رفت موناکو و در حال به چلسی نرفت، 14 سالگی پیوست به موناکو، تو 16 سالگی برای این تیم بازی کرد و گلزنی هم کرد، به جوانترین گلزن تاریخ باشگاه موناکو که تبدیل شد هیچی، رکورد تیری هانری رو هم زد و خلاصه خوب شد براش دیگه. یعنی انتخاب درستی کرد. در ابتدا تصمیم گرفت برای تیم ملی فرانسه بازی کنه، انتخاب درستی کرد. انتخاب درست دومش این بود که تصمیم گرفت برای چلسی بازی نکنه. این خیلی مهمه. اینم یه انتخاب درسته دیگه‌ش. شاید فکر کنید که امباپه با سخت کوشی و تلاش جان فرسا به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کرده که اصلاً اینطوری نیست. اصلاً امباپه ژن خوب داشته آقا. بابا ورزشکار، مامان ورزشکار، داداش ورزشکار، برادر ناتنی ورزشکار. یعنی برادر ناتنی ورزشکار دیگه خیلی عجیبه. مامانش هندبالیست بوده، باباش خودش فوتبالیست بوده، داداش کوچیکترش که ناتنی هم نیست، داداش کوچیکتر خودشه الان داره تو رده های پایه پی اس جی بازی میکنه و اتفاقا خیلی هم ازش تعریف میکنن. داداش بزرگتر ناتنیش هم که آقای ایکوکو هست که اونم بازیکن فوتباله. خب دیگه همه فوتبالیست بودین، ورزشکار بودین، حالا مامانم هندبالیست دیگه، خب معلومه امباپه این میشه. ژن خوب البته فقط برای فوتبال نیست. الان امباپه بره دو میدانی هم موفقه. ژن ورزشکار داره. مثلا جالبه بدونید که خب امباپه که یکی از سریع‌ترین بازیکن‌های دنیاست، هیچی. سرعت امباپه انقدر بالاست که حتی از سرعت یوسین بولت تو سال 2009 که رکورد 200 متر رو شکوندم بیشتر شده. البته ما نمیگیم اگه این یوسین بولت این امباپه با هم 200 متر مسابقه بذارن امباپه برنده میشه، بولت برنده میشه، ولی سرعت امباپه بالاست. یعنی یه توپ بندازین جلو جفتشون قطعا امباپه میبره. ژن خوب و سرعت بالا و چی میخوای؟ پول دیگه. چیزی میمونه جز پول؟ فقط پول میمونه. پول هم که آه پیش پی اس جی قطر. امباپه الان با کلی دعوا و درگیری و مرافع و داستان و شکایت و همه این حرفا تو پی اس جیه.
ولی جالبه بدونید و احتمال خیلی زیاد میدونید که نمیخواد بمونه ولی میمونه، چون پول میگیره، کلی هم پول میگیره، یعنی انقدر از پی اس جی پول میگیره که ته نداره، بارشو بست امباپه، کلا به 25 سالگی نرسیده بارشو بست و خیلی وضعش خوبه. نکته جالب هم اینه که باشگاه پاری سن ژرمن خیلی تلاش داشته امسال امباپه رو به فروش برسونه، گفته بودن آقا ما نمیذاریم امباپه رایگان بره، ما 100% میفروشیمش. بعد امباپه لینک شد به رئال مادرید، صحبت هایی بود از این که امباپه میخواد به رئال، امباپه هم نه نمیگفت تو مصاحبه هاش، در همین حال بند وفاداری میگرفت از پی اس جی. امباپه بلده آقا چیکار کنیم، ما بلد نیستیم، ما زبون بسته ها بلد نیستیم، ما از اولش هم بلد نبودیم، 25 سالشه، ژن خوب داره، توی فرانسه بازی میکنه، تیم ملی فرانسه رکورد میشکنه، میگن بعد از مسی و رونالدو عصر جدید برای امباپه است، پولم که میگیره، بند وفاداری هم که میگیره، رئال هم که میخواد بره، چی میخواد دیگه امباپه؟ همه چی داره، همه چی، تکمیل، پکیجیه، پکیج امباپه کامل. البته همیشه میگن ظاهر زندگی خودتو با باطن زندگی دیگران مقایسه نکن. امباپه اخیرا مصاحبه کرده و گفت پاری سن ژرمن برای من مثل یک زندان میمونه، بمیرم، چه زندان سختی، این همه پول، مقام، جاه، افتخار، محبوبیت، معروفیت، وای چقدر سختت امباپه، امباپه، امباپه تو چطور انقدر سختی رو تحمل میکنی؟ بابا جمع کنید مسخره بازی، یعنی چی من تو زندانم؟ خجالت نمیکشی؟ این همه پول میگیری میگی من تو زندانم؟ بابا ما داریم زحمت میکشیم، یعنی چی من تو زندانم؟ مسخره کردی ما رو؟ این چه زندانیه؟ من چی بگم، ازم نمیاد، کلامم نمیاد آقای امباپه، اون زندانی که اصلا ما خودمونو مسخره کردیم آقا، نشستیم اینجا داریم آیتم ضبط میکنیم، امباپه میگه من تو زندانم، آقا جمع کنیم آیتمو بریم بابا، جمع کنیم.